سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی هستید سلامت و سرحال باشید. بهتون قول دادم که یک ویدیو در مورد گرم کردن دست قبل از نوازندگی بسازم که امروز خدمت شما ارائه میدم. خیلی از مشکلات مضراب زدن، چه در تار چه در ستار یا تکنیک های دیگه در سازهای دیگه که هنرجوها سعی میکنن درست اجراش کنن و بالاخره نمیتونن به هر دلیلی، منشأ اولیه‌اش که ما باید مورد بررسی قرارش بدیم اینه که آیا هنرجو وقتی میخواد پشت ساز بشینه آیا دست و پنجه‌اش گرمه، آیا آمادگی فیزیکی داره. بعد حالا میرسیم به اون تکنیک، یعنی ما میایم از پای مسائل رو بس میکنیم. و توی چند مدتی که من با هنرجوی مختلفی سرگار داشتم، اکثر مواردی که مضرابشون چه در تار چه در ستار خوب نمیچرخید یا انگوش گذارشون خیلی راحت نبود، برمیگشت به این که هنرجو به مدت زمان طولانی یاد گرفته که بدون گرم کردن یه راست پشت ساس بشین و تمرین کنه. به مرور زمان انقباض در دستش زیاد شده و دستش به جای این که یه حرکت باز تاندونی داشته باشه، یه حرکت عضلانی صفر به وجود اومده داخل دستش که رفع کردنش کلی زمان میبره از نو. حالا یه سری تمرین ها من اینجا بهتون میگم در این ویدیو، به ترتیب سعی کنید انجامش بدید. قطعا فرم نوازندگی شما تغییر میکنه و قدرت نوازندگی شما چندین برابر افزایش پیدا میکنه، شکی در این نیست. ببینید، ما یه سری حرکت های گرم کردنی داریم کلیه، مثل اینکه شما مثلا میخواید بدمینتون بازی کنید یا فوتبال بازی کنید و مربوط میشه به کل بدن. برای مثال گرم کردن کتف و کشیدن آرنج که عضلات بزرگ رو درگیر میکنه، یا اینکه بریم پنجه پا رو بگیریم یا دست رو از عقب به این صورت به این صورت. این حرکت ها شما در روز باید، خب برای سلامتی خودتون هم که شده، برای اینکه راحت‌تر کار روزانه‌تون انجام بدید، باید این تمرین رو داشته باشید. خب پس کشش عضلات بزرگ رو روزانه فراموش نکنید. اگر بدن آماده دارید، حالا میرسیم سراغ بحث گرم کردن انگشتان برای سازی که شما اجرا میکنید، مخصوصا برای تار و ستار که من آموزش میدم. اول حرکتی که میخواید تمرین کنید اینه که دست خودتون رو مستقیم نگه میدارید، بچه ها، با دست چپ یا با دست دیگری چهار انگشت خودتون رو به عقب میکشید، 10 ثانیه نگه میدارید. بعد همین حرکت رو تو این زاویه انجام میدید. یعنی ما اگر قصد داشته باشیم تاندونای کل ساعتمون رو درگیر کنیم، باید در حالت ها و گردش های مختلف یک حرکت کششی رو انجام بدیم که همه زوایا درگیر بشه. پس شما اگه چهار انگشت در این زاویه 10 ثانیه نگه میدارید، در این زاویه و زاویه رو به پایین هم 10 ثانیه نگه میدارید. خب و هر چهار انگشت رو شما وقت نگه میدارید، خیلی هم بهش فشار نمیارید که ایجاد درد و اذیت شدن در کتف و دست کنید. خب حالا همین حرکت رو که در دست راست خود انجام میدید، تاندونای زیرین دست رو داری فعال میکنی، قرینش که مربوط به تاندونای بالای سالزن میشه رو درگیر میکنی به تپ، که حرکت رو به پایین میشه، حرکت رو به چپ میشه، حرکت رو به بالا میشه. دیگه این بر نمیشه، ما خیلی سخت میشه حرکت ها رو انجام بدیم و باعث آسیب دیدن به دستمون میشه. خب پس پارت اول شد کشسانی کل انگشتان در زوایای مختلف در قسمت رو و زیر ساعد. خب در حالتی که ساعد به صورت صاف باشه، این حرکت اول. حالا همین حالت رو شما پای راستتون رو میارید بالا، آرنج خودتون رو روی پای راستتون میذارید و همین حرکت ها رو گفتم در این حالت انجام بدید، یعنی به صورت که کف دستتون رو به سقف بال سرتونه. حالا همه حرکت ها رو به این حالت انجام میدید که تک انگشتی باشه. دیگه فرقش با تکنیک گرم کردن پارت قبل اینه که ما در این حالت کل انگشت رو میکشیدیم و در این حالت تک انگشت رو ما 10 ثانیه نگه میداریم، انگشت حلقه رو 10 ثانیه نگه میداریم، انگشت وسط رو 10 ثانیه نگه میداریم، که باز همین حالت رو هم شما میتونید بچرخونید ساعت رو و در زوایای مختلف گرم کنید و بعد برید سراغ دست چپتون. دقت داشته باشید، فرق نداره که شما در سازی که میزنید بیشتر از دست چپ استفاده کنید یا دست راست، هر دو دست بعد این کشسانی و راحتی درش ایجاد بشه که یه بالانس در نوازندگی شما ایجاد کنه. پس فقط یه دستتون رو کار نکنه. پارت بعدی گرم کردن انگشت که خیلی مهمه، خیلی مهمه، میتونم بگم که 90% مشکلات نوازندگی
شما رو حتی در کوتاه مدت هم حل میکنه اینه که پوست لای انگشتان خودتون رو باید با یه تکنیک بهتون یاد بدم بکشیدش. ببینید اول اینکه ما وقت دستمون رو حالت 5 در میاریم به این صورت، میبینیم که پوست انگشتان ما تا یه حدی کشیده شده، اما کافی نیست. برای که ما این کشسانی رو بیشتر کنیم، بعدها برای مضراب زدن یا انگشت گذاری دستمون یه حالت ژلاتینی روی ساز حرکت کنه، به این حالت که میگم انجام بدید. یه انگشت از دست مخالف رو به این حالت، حالت یومانه، وسط پوست دست فشار میده رو پایین و میچرخونش روی ساید، روی ساید انگشتان شما. خب به طب همه انگشتان شما باید این پروسه رو طی کنن، ولی با حالت آروم و با حوصله جور نباشه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب هر انگشت رو بین 20 تا 30 ثانیه سعی کنید این نرمشه رو درش ایجاد کنید و انگشت 60 هم ازش مستثنا نیست. با انگشت یک که این کار کردید برای بازدهی بهتر، با دو انگشت دست مخالف این حرکت رو انجام میدید و به دلیل اینکه خود دست بیشتر میشه، فشار روی پوست دست بیشتر میشه و کم کم میبینید که میتونید با 3 انگشت و 4 انگشت هم اینو انجام بدید با حوصله و دستتون خیلی وقت خواستید ساز بزنید دستتون نرم و حس خیلی خوب میده هنگام نوازندگی شما و آسیب هم بهتون نمیرسه. پس چی شد؟ ما میگیم کلن یه روز رو وقتی میخوایم در واقع استارتش رو بزنیم و از طرف نوازنده هم هستیم، اینو در نظر میگیریم که اول جسممون به صورت نرمال اون حالت کشسانی روزانه خودش رو داشته باشه. یعنی شما ورزش میکنید یا در روز فقط کششی انجام میدید، حرکت کششی عضلات بزرگ اصلی خودتون رو انجام بدید اول. خب که در ورزش ها ما دیدیم، در مورد اون صحبت نمی کنم چون من در مورد ساز کشسانی دست و پنجه صحبت میکنم، و بعد بیاید همین پروسه گرم کردن انگشتانی که بهتون آموزش دادم در این ویدیو رو انجام بدید و بعد بیاید سراغ تمرین کردن ساز. به مرور زمان همون اول ممکنه یه خورده برای شما سخت باشه به دلیل سفتی و غیر منعطف بودن دستتون، ولی به مرور زمان یه هفته دو هفته این مراحل رو پشت سر هم انجام دادید، ملکه ذهنتون میشه و جوری میشه که بدون گرم کردن پشت ساز نشستن حس بدی بهتون دست میده و همون لحظه ساز رو میذارید کنار، شروع میکنید به گرم کردن دستتون و بعد با حال خوب شروع میکنید به ساز زدن. در این حالت مضراب ریزتون، دورابتون، تریلتون، اتصالتون و خیلی از تکنیک های دیگه که بچه ها واقعا ازش مینالن با همین حالت به مرور زمان کم کم رفت میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون بچه ها مفید واقع شده باشه. خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون شیر کنید. خدا حافظ شما.